با ادامه ویژه برنامه های انتخاباتی به منظور معرفی نامزدان ریاست جمهوری و برنامه هایشان این بار گفتگوی داریم با آقای محمد نادر نعیم، یکی از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری. با سال 1344 تولد شدیم و در 12 سال اول زندگی خود با کشور عزیز ما زندگی کردیم و بعد از او با کشور انگلستان پدرم باعث سکرتر اول به سفارت رفتن تشریف بودن برای وظیفه و مدت 25 سال با کشور انگلستان زندگی کردیم. سال 2003 پس به افغانستان عزیز ما بازگشتیم. من نواسه سردار نعیم خان هستم، برادر شهید سردار محمد داود خان از طرف پدر خود و از طرف مادر نواسه بابای ملت المتوکل الله محمد زاهی شاه هستم. در وقتی که کودتای 7 سال 1357 رخ داد، من بیرون شهر لندن به یک مکتب شبروزی بودم و یادم است که معلم صنف اولی اوروز با اخبار انگلیسی همونجا همی حواله به من داد و یک حواله بسیار دردناک بود که نه تنها دفتنی، البته من 18 اعضای فامیل خود از دست دادم، بلکه از وطن خود هم دور شدم و مدت زیاد گرفت تا که من با یک طفل 12 ساله توانستم که پس به اصطلاح به حال بیایم. ما تحصیلات خود به شهر لندن کردیم و برشته کامپیوتر ساینس با لندن، نورت لندن کالج درس خود تکمیل کردیم و دیپلم خود گرفتیم. بعد از اینکه از کالج فارغ شدم، ما در یک شرکت بیمه به بخش آیتیش کار میکردم تا یک مدت و بعد از او یک شرکت تبلیغات بود که خودم شروع کردم با دوستهای دیگر و امور پیش می بودیم و بخش عکاسی و فیلمگیری زیادتر ما کار می کردیم. زیادتر متاسفانه ما سفری نکردیم در طول این مدت. چنانچه شما امکان داره آگاه باشین، بعد از 48 سال از کودتای 7 ثور تابعیت همه فامیل ما سلب شد و ما نتوانستیم، فرصتی نداشتیم پس به وطن عزیز باز بگردیم تا وقت سال 2001 که فرصتی بود که باز ما پس به وطن بازگشت. پدر ما استاد پنتون بود، آدم عالم و دانشمند بودن و وقتی که من طفل بودم داستانهایی که برای من میگفتن داستانهای تاریخ افغانستان بود و من زیادتر افغانستان آشنا بودم از دیدگاه اونا و بزرگای فامیل ما.
ما از غم و رنج همه مهاجرین افغانستان آگاستم چیلی ما تجربه کردیم. یک افغان به هر جای دیگری که بره باعث یک مهمان میره، هیچ وقت تو کشور از خود نمیدانه و مردم هیچ وقت اونا رو از خود نمیدانه، از خاطر همیشه یک احساس خارجی میکنن و این قابل رنج است. زندگی فامیلی ما حتی در وقت سلطنت بابای ملت و وقت ریاست جمهوری سردار صاحب شهید یک زندگی بسیار ساده بود و اونا میخواستن که ساده باشه، اونا میخواستن که همرنگ مردم خود باشن. حتی من یادم است که سردار صاحب شهید توضیح داده بودن برای خود آشپز که هفته دو دفعه بیشتر ما گوشت نمیخوریم چون ملت ما هم این توانایی را نداره. وقتی که ما لندن بودیم بعد از واقعه هفت سر ما هیچ کدام دسترسی به کدام اکانت خارجی نداشتیم، فقط ماش پدرم بود، ماش سفارتشان بود، کوکاتا کافی نبود که من تدریس خود دوام بدم به مکتبی که بود. والده صاحب مجبور بود که راقای خود برای تضمین بده تا وقتی که حالت کمی بهتر شد و یک زندگی بسیار عادی ما داشتیم. یادم است که در دوران جهاد تبصره می شد که آلازد بابای ملت به قصهای لاجورد زندگی می کنند و امکانات زیادی دارند، مگر بسیار یک زندگی، حتی خود بابای ملت یک زندگی بسیار عادی را پیش می بردن، مگر آبرومند. می خواهیم بگیم که از چه زمانی احساس کردین که به سیاست علاقه‌مند هستین و حال که وارد کارزار مبارزات انتخاباتی شدین به خاطر انتخابات در افغانستان آمدین که شرکت بکنین، چه وقت علاقه‌مندیتون به سیاست پیدا شد؟ من به سال 2003 پس به افغانستان به شکل دائمی آمدم. وظیفه ما سکرتر شخصی بابای ملت بود به اوائل تا 5.5 سال تا وقتی که اونا حیات داشتن. این یک فرصت بسیار خوب بود که من پس آشنا شدم با ملت و مردم افغانستان و به اصطلاح سیاست های نو افغانستان و تشکلی سیاست ها و اشخاصی که در بازیگر بودن، سیاسیون افغانستان، بزرگای افغانستان، علمای افغانستان، جوانای افغانستان. و من یک تفاوت بزرگی دیدم، بالخصوص از تقسیم قدرت 40 سال یا 35 سال پیش و حالت فعلی. اگر من خدمت شما عرض کنم بسیار مختصر، در دوران بزرگهای ما اول خود توکلشان به خداوند متعال بود و بعد از او اکتفاشان به مردم بود، تکیه به مردم داشتن و چاره دیگر هم نبود. همی بود که اونا دو چینل مناسبات با مردم و ملت خود داشتن. یکی چینل رسمی بود که والی بود و نایب لکومه بود و وزیر بود و غیره، و یکی مناسبات غیر رسمی. این مناسبات غیر رسمی با متنفذین قوم و بزرگا و ریسفیدا بود و وقتی که اونا دعوت میشدن به خود کابل، از اونا پذیرش بهتر از وزرای اتا او دوره میشد و همی بود که یک فضای صمیمیت و اعتبار در بین بود. صحنه فعلی افغانستان قسمی که من تحلیل میکنم به سه بخش تقسیم بندی شده. بخش اول بخش حکومت است، همراهیان حکومت هستند و کسانی که از این پروسه منفعت به دست آوردن. اگر ما اپوزیسیون سیاسی را هم مطالعه کنیم، اینا جز همه همی گروه هستن. مثلا شخصیت های هستن که وقتی که بر مقام قدرت می باشن یا وزارت می باشن، اینا تایید میکنن حکومت و وقتی که کنار میرن اپوزیسیون میشن. و من گمان کنم که اکثریت کاندیدا تعلق میگیرن به می حلقه. حلقه دوم ما شما مخالفین نظامی هستند و متاسفانه ما تا امروز نتوانستیم که یک مکانیزم قناعت بخش برای حل و فصل صلح به افغانستان داشته باشیم. میاییم سر حلقه سیوم. حلقه سیوم مهمترین حلقه جامعه ما شماست. حلقه سیوم ما اکثریت خاموش ملت افغانستان هستند که با تاسف باید
عرض کنم که با وجود توجه بیشتر از 40 کشور دنیا و میلیاردها دلاری که به کشور ما آمده، اینا امروز هنوز هم به یک حالت هراس، مایوسی و بیچارگی قرار دارند. اکثریت ملت افغانستان امروز احساس میکنند که آوازی ندارند و با نشست‌های زیادی با بزرگان، با متنفذین، با جوانان، اولین آرزوی از اونا، از فامیل ما، از آدرس ما، از شخص خود ما می بود که همین صدای ملت باعث بلند شد به سطح ملی و به سطح بین المللی. و حتی اگر من بتانم همین کار را انجام بتم، بسیار یک دستاورد بزرگ و پر افتخار خواهد باشه. میتونیم بگوین چه چیزی سبب شد که بیاین خود را نامزد بسازین؟ نصیحت آخر بابای ملت، پدر کلانم، برای همه اعضای فامیلش، بچه ها و نواسا ای بود که دروازه تان هیچ وقت به روی ملت بسته نباشه. ما شخصا کوشش کردیم از وقت وفاتشان تا به حال که تماس با مردم داشته باشم و هر کسی که خواسته که من را ببینه، دروازه من همیشه باز بوده و ما همیشه کوشش کردیم که از دردهای مردم، از مشکلات مردم آگاه باشم. مدت 10 ماه پیش این نشست ها کمی احساساتی شدن و ما به یاد دارم که یکی از بزرگای قوم استاده شدن و خطاب کردن. گفتن جناب سردار صاحب، اگر تو واقعا فرزند همون شهدا هستی و 20% خون او شهدا به خون خود جاری است، شما نمیتونین که در این موقف حساس تاریخ افغانستان بی تفاوت بشینه و ما شما تقاضا میکنیم یا شما در صحنه سیاسی داخل میشین یا لطف کنین بکسایتان را جمع کنین پس برین به کشورهای خارجی و زندگی راحت کنین. ما همیشه دعاگوی شما خواهد باشیم. ما با شما تعهد میتیم که اما تو که پدرهای ما با پدرهای شما استاد شدن، ما امروز هم با شما استاد میشیم. مگر توقع ما ایسته که داخل صحنه استاد شوین و صحنه را ترک نگوین. خب پاسخ ما به اینایی بود که بزرگ فامیل ما احمد شاه جان بچه کلان بابا هستند و سر این مسائل اول باید با کلان فامیل مشوره شد. امی بود که از 18 ولایت افغانستان بزرگا و علما جمع شدند و یک پیام ویدیویی خدمت احمد شاه جان روان کردند. به این پیام اونا تقاضا کردند که ایشان پس تشریف بیارند به افغانستان بایس یک سمبول، بایس یک ریش سفید و اگر مشکلی دارن لطف کنن یکی از اعضای فامیل به ملت افغانستان معرفی کنن به این نماینده. ورازت احمد شاه جان پاسخ دادن که نظر به سن سالم، نظر به صحتم، شرایط ایجاب نمی کنه که متاسفانه ما پس به افغانستان بیایم. لحاظا اونا تقاضا کردن از مردم ملت افغانستان که هر کس فامیل که شما پشت سرش استاد هستید ما او شخص قبول میکنم. یعنی این مسئولیت پس به دوش مردم انداختن. صحنه دیگه ای بود که بزرگا پس به شما آمدن و اونا گفتن ما مشوره کردیم با احمد شاه جان، ما مشوره کردیم با میرویس جان بچه خورد بابا که اینجا حضور داشتن، مگرم ما نتیجه مثبت نگرفتیم. اونا دلایل خود داشتن. موقف شخص خودت چی هست؟ من خدمت شان عرض کردم که دلیلی که ما پس به افغانستان آمدیم برای خدمت است. ما نه خواهان چوکی هستیم، ما نه خواهان قدرت هستیم و نه خواهان دارایی هستیم. بزرگترین میراث فامیل ما امی حسن نیت ملت و مردم ماست. ما به هر منطقه افغانستان که سفر کردیم، به هر خانه که رفتیم، با جز از محبت، صمیمیت و احترام چیزی را ندیدیم. این واقعا میراث بزرگ و افتخار ماست. مگر بر مقابل از این ما هم یک مسئولیت داریم، یک دین ملی با مقابل ملت و مردم خود.
و هیچ وقت ما شانه باز خالی نکنیم از این مسئولیت. منتها مشروعیت فامیل ما دو دوره داشت. یکی دوره سلطنت بابای ملت بود که مبدل شد به ریاست جمهوری سردار صاحب شهید و به 7 ثور 1357 این سلسله به یک شکل نامشروع و غیر عادی خاتمه یافت. اکثریت مردم افغانستان به این عقیده هستند که بدبختی های ما از آن روز آغاز یافت و تا امروز سرچشمه دارد. مرحله دوم بعد از جلسه بن، بلوی جرگه قانون اساسی لقب بابای ملت برای اعلیحضرت محمد ظاهر شاه داده شد تا روزی که اونا حیات داشتند. باز او سلسله هم خاتمه یافت. لحاظا دلیلی که ما پس به کشور آمدیم برای خدمت است. اگر مردم افغانستان، اگر ملت افغانستان با وجود ما، با آدرس ما احساس میکنند که یک سلسله بیبودی ها به دست می آید، ما حاضر قربانی هستیم، ما حاضر خدمت هستیم. آقای محمد نادر نعیم، می خواهیم از شما پرسیم که از دید شما مهمترین چالش های اقتصادی که افغانستان با او روبرو هست کدام است؟ تشکر می کنم از شما. اول خوب ما دیدگاه ما امیدوار هستم که دیدگاه مردم و ملت باشه و قسمی که ما تصور میکنم، قسمی که ما درک دارم امی است که مشکلات افغانستان به 4-5 بخش مختلف تقسیم بندی شده. خدمت شما عرض میکنم که مهمترین بخش، بخش صلح و امنیت است. مردم ما امروز نیازمند فضای صلح هستند. ببینین بدون صلح ما هیچ دستاورد نخواهد داشتیم، چی به بخش اقتصاد باشه، چی به بخش تعلیم و تربیت باشه و چی به دیگر بخش ها باشه. نقطه دوم که مورد توجه مردم ما هستن حاکمیت قانون و عدالت است. و باز هم اگر ما تحلیل کنیم بدون حاکمیت قانون ما هیچ دستاورد نخواهد داشت. بله، ما در بخش حاکمیت قانون در یک فرصت دیگه هم میخوایم صحبت بکنیم، اما ما میخوایم بدانیم که از دید شما یک تا نگرانی ها چه هست. 2014 را از لحاظ اقتصادی یک تا مردم نگران کننده میبینن، کاهش کمک های خارجی و کاهش نیروهای خارجی در افغانستان به عنوان یک چالش بزرگ، یک چالش میبینن که وضعیت اقتصادی بحران خواهد آفرید در افغانستان. دیدگاهتان در این مورد چی است؟ خب در مسئله اقتصاد ما یک پروگرام وسیع را خود خدمت مردم افغانستان ارائه کردیم، البته با وقتش، چون هنوز وقت کمپاین شروع نشده. مگرم ما عقیده به دو چیز دارم. اولی که من گمان نکنم که جهان افغانستان را باز فراموش کنن و حالت به افغانستان بیایه مثل حالت سابق، که اینجا به اصطلاح باز هم یک میدان جنگ و گدوادی باشه. این یک موضوع. موضوع دوم، خود موقف جغرافیای افغانستان فرصتهای را بر ما به دست میده. یکی ای که ببینین افغانستان به موقف جغرافیایی خود یک دالیز بسیار مناسب برای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی میتونه باشه. این یک خط تجارتی میتونه باشه که عاید خوبه برای مملکت ما و به هر ساحه کمک کنه. موضوع دیگه موضوع معادن است. افغانستان الحمدلله بسیار غنی است با معادن خود و چنانچه که سروی آخری که امریکایی ها کردن از چیزی که ما توقع داشتیم بسیار دستاورد بیشتر داریم. البته این پروگرام یک پروگرام دراز مدت. بله، یک نگرانی دیگه که در افغانستان وجود داره زمینه های اشتغال یا کار برای مردم نیست. در این مورد شما چگونه میاندیشید؟ خب یک واقعیت هست که حکومت آینده افغانستان باید بسیار تلاش کنه به حسه جوان ها و بالخصوص برای دیگه کار برای جوان ها
داده شود. اما به تعلیم و تربیه هم توجه خاصی باید شود، چون که اقتصاد مردم مهم است و اقتصاد مردم باز گریه میخوره و باز مشکلاتی که امروز داریم و باز نارامی هایی که داریم. یک نگرانی کلان در افغانستان در بخش اقتصاد مافیایی هست، پولی که از طریق مواد مخدر به دست میاد یا پول هایی که در افغانستان گفته میشه از کمک های جامعه جهانی به گونه در قراردادها و در اسوار متفاوت به اختلاس و صورت میگه، این پول بیشتر در افغانستان استفاده میشه، چگونه میشه جلو اقتصاد مافیایی را گرفت در افغانستان؟ خب بازی برمیخوره به حاکمیت قانون. فعلا قانون ما داریم، مگم قانون تطبیق نمیشه. میخوایم بدانیم که بزرگترین اجندای سیاسی شما چی هست و یا ای که در زمینه نظام در افغانستان برخی احزاب یا برخی از نامزدها از تغییر نظام گپ میزنن، شما در این رابطه چی فکر میکنید؟ من به یقین نیستم که نظام تغییر کنه. من فکر میکنم اصلاحات چیزی است که مردم میخواین و نیازمندش هستن. ما فکر میکنم اکثریت مردم افغانستان این بود همین نظام قبول کردن و باز دستاورت های ما داریم که اینا رو باید از دست ندهیم. و ما فکر میکنم که افغانستان امروز با او شرایط نیست که مثلا نظام فدرالی به اینجا پیاده شوه یا حتی پارلمانی، چون هنوز هم یک دموکراسی بسیار جوان هستیم و اعضاب باعث به مراحل بعدی تقویه بیافن، وزیر اهداف ملی پیش برن. در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان و مخالفان مسلح حکومت چی نظر داری؟ خب جای افسوس است که ما دستاورد بیشتر در طول 10 سال یا 11 سال نداریم و فعلا ما یک مکانیزم داریم که نتایج شاید و باید ما به دست نآوردیم. ما فکر میکنم مهمترین موضوع به این بخش ای خود باشه که ما ملت مردم خود به این پروسه دعوت کنیم و به این پروسه سهم بگیرن. بله، مردم چطور میتونن این پروسه سهم بگیرن از دید شما؟ خب ما فکر میکنم که اولی که پروسه متمرکز که فعلا شورای عالی صلح هست توانایی دیدن نخواد داشته باشه که صلح به سراسر افغانستان بیاره. ما فکر میکنم مناطق مختلف، ولایات مختلف امکان داره که روانهای مختلفی را زیادتر مؤثر ببینن که صلح پس به افغانستان بیاره. قدم اولی است که اعتماد خود طالبا به یک روند باشه که یک روند بی‌طرف در میان بیاید، که اینا بتونن تحلیل کنن مشکلات عمده هر دو جانب و بعد از این سر یک مکانیزم را ما کار کنیم که بتونه که نتایج به دست بیارن. بله، در رابطه با مبارزه با فساد دیدگاهتان چی هست؟ چطور میتونیم با فساد مبارزه کنیم؟ خب با تاسف باید گفت که ما مقام درجه یک و دنیا داریم برای بخش فساد اداری. مگر ما اولین کشور نیستیم که فساد اداری داشته باشیم، کشورهای دیگری هم بودند که فساد اداری داشتن و با او باز مبارزه کردن. مثلا سنگاپور یک نمونه خوبی است که به سالهای 50 و 60 همین مشکل ما شما را داشتن، مگر تدابیری گرفتن و تدابیری بود که ما از اونا میتونیم پند بگیریم و پروسس های دیگه که موجود است از او استفاده کنیم که فساد اداری کم کنیم. البته این هم یک پروژه دراز مدت خود باشه، این که ما گمان کنیم که ما میتونیم که این موضوع را چون بسیار گسترش پیدا کنه مثل یک سرطان واره تیت شده. و موضوع مهم خدمت شما عرض کنم که اگر او از بالا ساخت نشه، ما هیچ وقت توقع نداشته باشیم که با کلیات ما میتونیم که فساد اداری از بین ببریم. درست، این تفکر شما یه است که در سطوح بالا باید که شفافیت باشه، باید کسانی باشن که واقعا دلسوز هستن به ملت و صداقتمندانه باید اونا کار کنن. بله.
در بخش تعریفتان از مبارزه با تروریسم چی هست؟ خب ما اول فکر میکنم به تروریسم یک مشکل تنها افغانستان نیست، مشکلات منطقوی است و مشکلات جهانی است. همین است که جهان به اینجا آمدن و شعارشان هم نیست که ما مجادله میکنیم مقابل تروریسم. سعی کنین ما شما باید از کوشش کنیم که روابط خود چی با همسایگان خود و چی با غرب بهتر بسازیم که موقف ما روشن باشه. و فکر میکنم تروریسم بدون کمک کشورهای همسایه ما، بدون کمک ایالات متحده آمریکا و کشورهایی که پارتنر ما هستند از بین نخواهد برن. ما یک پارتنرشپ سالم میخواهیم که در این موجود با هم هماهنگ پیشرفت کنند. شما بیشترم در گپایتان از حاکمیت قانون گفتین. در قسمت حاکمیت قانون دیدگاهتان چگونه است؟ در طول سالهای گذشته یک تجربه بود که مردم نگران از این بودند که باز چیزی که حکومت بارها وعده کرد که حاکمیت قانون را در افغانستان به میان میاره، در او چندان پیروزی یا توفیقی نداشت. دیدگاه شما در این رابطه چی است؟ ببینین، این است که ما قانون نداشته باشیم. ما قوانین داریم، مگر متاسفانه قوانین تطبیق نمیشه و پروسه تطبیقش هم بسیار پیچیده است به نظر شخصی من. و ما باید است که به آینده توجه خاصی داشته باشیم که به چی رقم ما قانون و عدالت تامین میکنیم و این باید است استثناء نداشته باشه. قانون باید برای هر فرد افغانستان هماهنگ باشه، چی رئیس جمهور است چی یک فرد عادی است. و امروز همی انتقاد مردم دارن که قانون به بلند پاها تطبیق نمیشه و ضررش ملت مردم میبینن. انشالله ما پلان های وسیع می داشته باشیم که پیش از کمپین خدمت مردم افغانستان تعریف کنیم که مشخصا ما چی ابتکار را به دست می گیریم. میخوایم در مورد برخی از ارزش های مدنی، ارزش های حقوق بشری، حقوق زن، دموکراسی و آزادی بیان دیدگاهتان بدانیم. شما چگونه میاندیشین به اینا؟ ما فکر میکنم که در طول همین 10-11 سال یکی از دستاوردهای بزرگ همی است که خانما بیشتر توانستن که به امور کشور دخیل باشن و من فکر میکنم این کافی نیست. ما باید تشویق کنیم بیشتر و از حقوق زن با استفاده شود. دین مبین اسلام برای زنها و خانمها حق داده و امروز ما میبینیم که خشونت علیه خانمها دوام داره و با تاسف باید گفت که افزایش پیدا کرده و یک عمل جدی باید گرفته شود در این مورد که از حقوق خانمها، از حقوق بشر ما چی رقم میتونیم حفاظت کنیم. بله، میخواییم در قسمت سیاست خارجی کمی حرف بزنیم و در اول میخواییم در رابط با کشورهای همسایه ما و کشورهایی که در منطقه حضور دارن در رابطه چگونه سیاستی باید اتخاذ شود از دید شما؟ فکر میکنم به قدم اول و همو مهمترین رابطه خارجی ما با خود منطقه، روابط ما با کشور پاکستان و ما توجه خاصی در این موضوع باید از کنیم. من خدمت شما عرض کنم که در دوران سردار صدر شهید محمد داود خان اونا آگاهی پیدا کردند که بدون مناسبات نیک با کشور همسایه ما پاکستان هیچ وقت ما یک فضای آرامی را در این ساحه نخواهیم داشت. بله، اما پس از دو دوره سفربری که در برابرش انجام داد و حتی آمادگی گرفته بودند که در برابر پاکستان باید بجنگن، پس از او فکر میکنید؟ پس از او بله، این پس از او بود. پس از او بود چنانچه اونا نشست های با جناب بوتو داشتن و در این نشست ها بسیار پیشرفت کردن و من بسیار علاقه دارم که به این آرشیوها ما پس برگردیم و
و دستاوردها و پلان هایی که اونا طرح کرده بودن که متاسفانه تطبیق نشد چون شرایط تغییر یافت، که از اون نقطه ما آغاز کار خود کنیم. بله، برخی فکر میکنیم که نکته مشکلی که بین افغانستان و پاکستان هست مسئله کمپ های یا مراکز حراس افکنا در اون طرف مرز است، توریست ها در اون طرف مرز هستن. به این قضیه چگونه پرداخته شما از دید شما؟ خب بینید، من فکر میکنم که بیشتر از دو هر مملکت منافع ملی خود داره و ما باید تحلیل کنیم منافع ملی خود، تشریح کنیم منافع ملی خود و ما تحلیل کنیم منافع ملی کشورهای همسایه ما را، که مشکل عمده پاکستان با افغانستان چی هست. من فکر میکنم مسائل دیگری هستن که چیزی که شما فرمودین این موضوعات عوامل از اونها هستن. بله، میشه با بزرگترین اشاره بکنید؟ بزرگترین امکان داره که مسئله خط دیورن باشه، مسائل آب باشه که تنوز هم ما با مفاهمه قناعت بخش با اونا نرسیدیم و ما به این باور هستم که بعد از مدت پاکستان میخواهد که روابط خوب با افغانستان داشته باشه و مشکلات مهاجرین ما باید است با اونا حل و فصل کنیم. ما باید زمینه فراهم کنیم که چی رقم ما میتونیم که همی بار از شانه از اونا سبک کنیم. در 12 سال گذشته هم گفته شد که تعدادی از پناهجویان افغان در پاکستان و در ایران حضور دارن. این مشکل چطور میتونین حل بکنین که امی پناکوزینا دوباره به افغانستان بگردن و برگردن و اگر در اونجا هم هستن یک زندگی آبرومندانه و یک شرایط آبرومندانی داشته باشن؟ خب این با تفاهم صورت میگیره. تفاهم که مشکلات درک شوه که زیادتر ای بار سنگین که به دوش پاکستان است و به دوش ایران است، ما چی زمینه های را میتونیم فراهم کنیم به افغانستان. و این هم کار نیست که به مدت کوتاهی انجام بیافته، یک پروژه طولانی است. من هم حداقل یک تفاهم ما داشته باشیم با همسایگان خود و درک کنیم مشکل از اونا رو ما مشکل خوده و بیشتر از همه مشکل مهاجرین محترم خوده که واقعا اونا به یک حالت دشوار قرار داره، نه تنها با اونجا بلکه به ممالک دیگر هم ما میبینیم مثل یونان و بلی آسیلیا و غیره و غیره. میخوایم در مورد توافقنامه دو جانبه امنیتی حرف بزنیم. برخی ها در موردش قضاوت های متفاوت میکنن، شما چی نظر دارین؟ دید شما چقدر به نفع افغانستان است؟ خب افغانستان امروز به یک مرحله قرار داره که ما نیازمند کمک های خارجی هستیم. ما فکر میکنم توافقنامه که شما مشخص کردین اکثریت مردم افغانستان را قبول خود کنند، مگر منافع ملی کشور ما شرط اولیت است، اینا در نظر گرفته شد. میخواییم بدانیم که از دید شخصی شما توافقنامه دو جانبه امنیتی تا چه پیمانه به نفع منافع ملی افغانستان است؟ خب من فکر میکنم باز هم افغانستان نیازمند توافقنامه است از هر نگاه. ما به شرایط نیستیم که خودکفا باشیم، ولی سهم ملت و مردم به این هم ضرور است ای که امروز ما یک لوی جرگی در نظر رئیس هم دارن که دایر کنن و به مردم مشوره کنن. این گفت بده نیست که مردم هم به می تصمیم بزرگ و حیاتی سهم داشته باشن و بازم من فکر میکنم روی هم رفته مردم موافق هستن که متی یک توافق نامه انجام بیافت. میخواییم در مورد نیروهای امنیتی افغانستان توانمندی ها و ضعفش یک کمی شما صحبت بکنین. از دید شما این نیروها چه مشکلی دارن؟ تا به حال گفته میشه که از لحاظ تجهیزات یک کمی مشکل دارن و همچنان از لحاظ نیروی هوایی اینا مشکل دارن. ببینیم که بسیار مشکل است که ما از صفر شروع کردیم. وقتی که بعد از سقوط حکومت طالبان ما نه اردوی داشتیم و نه پلیسی داشتیم و تدریجا سر این پروسه کار شد. این که کمبودی ها یا خالیگاه های داره این جای شک نیست، مگرم بازم
باید از توجه شود که ما اردوی ملی را، پلیس ملی را چی رقم تقویه میدیم، چی رقم حاکم میسازیم. چون این مسئولیتی که فعلا در دوش خارجی ها بودن، این مسئولیت انتقال میدن پس به دوش ما شما. من شخصا افتخار میکنم از دستاوردهایی که اردوی ملی ما داشتن با وجود همه مشکلات، و هر روز بسیار متاثر میشم وقتی که خبر میشم که اینا به دفاع وطن خود، به دفاع ملت خود، جانهای شیرین خود از دست میدن. و در این ساحه هم با متخصصینی که ما کار میکنیم با تیم کاری خود توجه خاص میکنیم که یک برنامه مساعد برای آینده افغانستان داشته باشه. یک مشکل دیگر که در توش برش گفته میشه ترک وظیفه هست. تعداد زیادی از چه از سرباز و چه در حد افسر وقتی برتش و یا نیروهای پلیس و اینا جذب میشن، میزان فرار او بلند است و در یه آخر در نتیجه ادامه جنگ تلفات از اینا هم بیشتر شده. در این باره شما چی نظری دارین؟ چطور میشه از این جلوگیری کرد؟ خب اول خب جای شک نیست که اینا زیر فشار زیادی هستند. ما باید در مرحله اول تحلیل کنیم که چرا این موضوع یک مشکل بزرگ ما شما است، و بعد از او بسنجیم راه های که اگر ما نمیتونیم که در قدم اول بالکل این مسئله را حصر فصل کنیم، در قدم های بعدی این مشکل چی رقم رفع میکنیم. دلیلی از این که عسکر ما یا پلیس ما بعد از یک مدت کنار میان چی هست؟ بله. مسئله دیگه که میخوام در این مورد شما کمی سرش تبصره بکنین، نگرانی های در بین مردم در رابطه با ارتش وجود داره که در این ارتش بعضی اوقات مسائل قومی مطرح میشه، حتی پست ها و وظیفه ها را گفته میشه که بر اقوام مشخص شده که کدام پست کدام وظیفه برای کدام قوم باشه. در این صورت مردم نگران هستن، بیشتر تا قشنی است که نیروهای امنیتیشان ملی تر باشن تا با این که دیدگاه های قومی داشت وجود داشته باشه. شما چگونه است در این باره فکر؟ این یک واقعیت است و ما هم فکر نیازمندی های مردم هستم که اردوی ملی ما واقعا باید ملی باشه، نه قومی و نه سمتی. و در قدم دوم خدمت شما عرض کنم که کار باید به اهل کار سپرده شد، چی به اردوی ملی ماست، چی به پلیس ماست، چی به وزارات ماست، چی به دفاتر ماست. امروز مسائل قومی یک سلسله تشویش های را در بین مردم خلق کرده، و ما باید از فعلا از شرایط اقوام و قومگرایی و یک راستای وحدت ملی حرکت کنیم و عبور کنیم از حساسیت هایی که در طول سه دهه در میان آمده، مسائل قومی و لسانی و سمتی هستن. یک مسئله دیگه مسئله فساد در نیروهای امنیتی افغانستان است. چطور میشه از این فساد جلوگیری شود در این نهادها؟ خب مثل که فساد اداری ما میگیم، فساد به این بخش هم است. تا وقتی که بازم قانون تطبیق نشه، به هر عرصه که شما تصور کنین فساد دوام میکنه. اینال وقتی که مکافات مجازات نباشه فساد گسترش پیدا میکنه. و شما طرفدار از این هستین که افرادی که به فساد دست دارن باید مجازات شد؟ بله. یک نگرانی کلان تمویل یا برداشت هزینه نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال 2014 میلادی است. گرچه جامعه جهانی تعهد کرده که تا سال 2018 در دهه تحول همواره با نیروهای افغان کمک خواهد کرد، اما شما چگونه فکر میکنین که چرا افغانستان خودش چگونه میتونه توانمند شود تا هزینه نیروهای امنیتی خودش تمویل بکنه؟ خب من به این عقیده هستم که اگر ما به سوی یک نظام مشروع بریم که دنیا باور کنند به ما
بعض مشکلاتی که فعلا داریم این را تا یک اندازه بتانیم رفع کنیم که امروز باور اطمینان دنیا با ما کمرنگ شده و ما متعقین هستم اگر ما این کار این دستاورده داشته باشیم دنیا با ما بعد از 2018 هم خواهد کمک کنند مگر ما باید ثبوت کنیم که مدیریت سالم داشته باشیم میخوایم بدانیم که برنامه‌تان در باره آموزش و پرورش چگونه است چطور میشه عرضه خدمات در بخش آموزش و پرورش بهتر ساخت خب در بخش ما فکر کنم در قدم اول بزرگترین خدمتی که ما کرده میتونیم با بخش معرف است که سطح دانش مردم افغانستان را بلند ببریم و اگر این کار شوه ما فکر میکنم بسیار مشکلات دیگه را از بین خواهد برد به نظر ما این کافی نیست که چقدر تعداد شاگردان ما داریم که مثلا با گذشت ها 1 میلیون بود امروز 6 میلیون یا 7 میلیون است بلکه ظرفیت تدریس ما به این بخش توجه زیاد شوه که ما بتونیم که با همسایگان خود با دنیا توازن باشیم می فعلا متاسفانه ضعیف است بخش معرفت ما و در این زمان تفاوت است به مناطق افغانستان که قابل تشویش است برای آینده افغانستان مثلا اگر ما ولایت قندهار را بگیریم که یک ولایت کلیدی ما شما هستند که در پنتون ما بیشتر کمتر از 2% محصلین از ولایت قندهار داریم یا از ولایاتی که فعلا در حالت نارامی و جنگ هستند این توجه خاصی را ما باید برای همه مردم افغانستان داشته باشیم که فرصت ها باشند که هم از این مسئله دستاورده داشته باشند یک مسئله کلان در افغانستان در قسمت آموزش دختران یه هست که استاد یا معلمای خانم یا زن کمتر هستند و همین دلیل هم در برخی از ولایت ها وقتی دختران کمی بزرگ میشن نمیخواین اونا را بفرستن در مکاتبی که اونجا مردها درس میدن این مسئله را چطور میشه حل کرد؟ خب من فکر میکنم آگاهی ما مهم است در این بخش افغانستان هم تغییر کرده با دستاورد میدیایی که امروز از تلویزیونی است هم از سطح جهانی آگاهی بیشتری ما داریم و من فکر میکنم مردم ما از هر وقتی گذشته امروز زیادتر آماده هستن که تشویق کنن که اولادشان چی بچه باشه چی دختر باشه که به مکتب برن ما باید توجه کنیم که زمینه را چطور مساعد میسازیم با مو رسم و رواج محلی که چی رقم اینا میپذیرن و اگر ما استادای خانم بیشتر و کار داریم ما باید اینا را تربیه کنیم و سطح آگاهی مردم بلندتر بسازیم که قبول کنن این موضوع را بله مسئله دیگه معاشای پایین معلمان هستن همیشه شاکی هستن حقوق امتیازاتشون خیلی پایین است در این باره شما چی فکر؟ این خواهی یک واقعیت است توجه خاصی باید داده شود چون که اینا یک رول بسیار مهمه به جامعه افغانستان بازی میکنن و به اصطلاح این شده نمیتونه که معلم محترم ما که خدمت بزرگ میکنه خدای ناخواسته با شکم گشنه کار کنه بله. اما کلانترین اصلاحاتی را که از دید شما در وزارت معارف باید بیاید کدام است؟ خب اصلاحات زیادی را من فکر میکنم که سرش باید کار کنه مگر مهمترین سطح تدریس عامه مردم افغانستان باید بلند برده به معیار تدریسی بله میخوایم حال در بخش بهداشت و صحت کمی حرف بزنیم که شما چگونه میبینین تا به حال عرضه خدمات صحی را در افغانستان و چطور میشه ایره بهتر ساخت باز هم ما فکر میکنم به این بخش ما دستاوردهایی را داریم اگر ما مقایسه کنیم با سابقه یک سلسله کارهای صورت گرفته مگرم کافی نیست مثلا یکی از نقاط عمده مرض پولیوس
که جهان هم میخواین که امروز مرض پولیو که بسیار با کشورهای کم فعلا یک افغانستان است از بین بره، به اینجا ما سوالی داریم مگم بیاین کوشش کنیم که پولیو را بکنه از افغانستان. در قدم دوم بازم آگاهی مردم است. آگاهی مردم، وسط آگاهی مردم به نقاط بسیار عمده هنوز هم یک کمی کمرنگ است و سریزی توجه باید کنه. بله، یک نگرانی در افغانستانی است که شفاخانه هایی که در افغانستان کار میکنن عرضه خدمات در اونجا بسیار معیاری نیست. بیشترین مردم افغانستان به خاطر تداوی یا به هند و یا هم به پاکستان میره. شما چی فکر میکنین؟ چه تدابیری باید اتخاذ شوه که حداقل فرصت های تداوی در داخل افغانستان ایجاد شوه؟ خب چی به بخش صحت، چی به بخش های دیگر، ما متخصصین کار داریم. متخصصین کار داریم که متاسفانه سر ازی زیاد توجهی نشده که تا 10 سال آینده ما شما خودکفا باشیم. خب این کافی نیست که ما شفاخانه های داشته باشیم، مگر ما باید دکترهای هم داشته باشیم که سطح دانششان بلند باشه، تجارب داشته باشن و بتوانند که به خود داخل افغانستان این خدمات بر مردم راه کنن. این جای شرم است که بعد از طول 10-12 سال ما مریضای ما میرن به کشور هند یا کشور پاکستان برای تداوی. در اخیر میخواییم از دیدگاه های شما را در رابطه با افغانستان بدانیم و مهمترین تغییراتی را که شما در این دهه تحول میخواییم در افغانستان رو نما شود کدام ها است؟ اول ترین نیازمندی مردم افغانستان، ملت افغانستان و شخص خود من صلح ثبات به افغانستان. در قدم دوم مردم افغانستان، ملت افغانستان نیازمند حاکمیت قانون و عدالت هستند. در قدم سوم فساد اداری یک مشکل بسیار بزرگ و عمده همه ما شماست و ما نیازمند هستیم که راه‌های و تدابیر را بگیریم که این مشکلات رفع شود. بله، گاهی فکرم کردیم که اگر پیروز میشین در 5 سال آینده همون کلانترین مشکل و یا چالشی که در برابرتون قرار داره چی خواهد بود؟ خب ما فکر میکنم مشکلات افغانستان مشکلات گوناگون است و اگر مهمترین خواهش مردم و صلح ثبات است، این حال میکانیزم را به وجود بیارین که میکانیز بتوانه ای سال ثبات پس به افغانستان بیاره. بله، میخواییم یک کمی دهید که در امی دهی تحول که هم کمک های جامعه جهانی کمکان به افغانستان ادامه خواهد داشت، شما چه قدم هایی را میخواییم بردارین در افغانستان در زمینی توسعه اقتصادی افغانستان، در زمینی بهتر شدن وضعیت؟ بله، خب ما خدمت شما عرض کردم که به خدمت اقتصاد ما یک پروگرام وسیع در نظر داریم برای ملت مردم افغانستان که ما میخواییم این پروگرام الحمدلله پیاده کنیم که به نفع همه مردم و ملت ما خود باشه. بله، آقای نادر نعیم نامزد احتمالی ریاست جمهوری، جان سپاس از وقتتان. تشکر از شما. تشکر از وقتتان.